درود به همه شما دوستان عزیز همراهان دوچ پزش تیوی خیلی خوش اومدید به درس دیگه از درس های فعل های مهم زبان آلمانی تو این درس میخوایم به یک فعل مهم آلمانی بپردازیم که سوال بعضی از دوستان بود در کامنت ها نوشته بودن و پیشوندهاش هاش یعنی یعنی اون فعل پایه و همچنین اون فعل ترنبا یا جدا شدنی به معنی اینکه پیشوندی بهش وصل میشه رو با همدیگه کار بکنیم تمام فعل های مهم زبان آلمانی در سایت deutsch در قسمت werben در اختیار شما عزیزان هست با کلی مثال میتونید اونجا کلی جمله کاربری و کلی فعل مهم آلمانی رو یاد بگیرید توی این درس فعلمون heben هستش heben hochheben abheben و aufheben درست که hoch اب و auf تنبوا هستن جدا شدنیه یعنی شید. یعنی تو زمان حال میره میشینه ته جمله و اون هیبن بسی صرف بشه خود فعل هیبن به معنای بلند کردن هستش به معنای بالا بردن هستش یعنی یه چیزی رو یه نقطه بلند میکنید یا رو به بالا میارید از فعل هیبن بسی استفاده بکنید اول صرفش میکنیم ایش هیبه دو هیبست ایر اس هیبت wir heben ihr hebt sie که اگه زی بزرگ باشه محترمانه است اگه زی کوچیک باشه معنی آنها میده در حالت آخر اول با فعل هبن شروع میکنیم به طور مثال میگم که من با یک دست وزنه رو یه چیزی که وزن داره رو بلند میکنم ich hebe mit einer hand ein gewicht میت آینه هند, این هند یعنی با یک دست گویشت هم به من یه وزن هست یا یه چیزی که وزن داره جمله بعدی میگم که اون پسره دستشو میاره بالا بازوشو میاره بالا که قابل تشخیص بشه حالا به سر کلاس بوده یا توی جمعیتی بوده که دستشو میخواد بیاره بالا که بتونن ببیننش یا تشخیصش بدن میشه که ایه هبت den Arm, um sich bemerkbar zu machen. Er hebt den Arm, um sich bemerkbar zu machen. فلمون در از گرامرمون امسو هستش یه اگنسونگی هستش که قبلا گرامرش رو درس دادیم امسو رو میتونید جستجو کنید درسش رو به طور کامل ببینید پس میگم دستش رو برد بالا یه توضیحی میخوام بعدش بذارم یه کما میذارم از اومسو استفاده میکنم به مرک با یعنی این کسی که قابل تشخیص باشه یعنی بتونید توی جمعیت یه نفر تشخیص بدید یا سر یه کلاس یه کسی قابل تشخیص بشه دیشخانک هفتزیش لنگزام دیشخانکه دیش یا مثلا دیبانشخانک این میله هایی هستش که میاد مسیر قطار رو در اصل میبندی که قطار رد بشه درسته که ماشینا از روی ریل قطار رد نشن تو خیابون آلمان خیلی زیاده این ها میگم دیشخانک هبزیش لنگزم پس حالت رفلکسیوه یعنی این شانگ آرام رو به بالا حرکت میکنه خب حالا با هم حالت پرفکتش رو یاد میگیریم پرفکت هیبن با هابن میاد و پارتیسیپس وای فعل هیبن میشه گهوبن گهوبن به طور مثال میگم که من بچه رو با احتیاط از ماشین بلند کردم یا برداشتمش منظور برداشتم میده بچه که تو ماشین نشسته رو شما دو دستی بلند کردید با احتیاط از ماشین آوردید بیرون میشه ich habe das Kind vorsichtig mit dem aus dem Wagen gehoben ich habe das Kind vorsichtig aus dem Wagen gehoben جمله بعد میگم که بازیکنان مثلا بازیکنان فوتبال مربیشون رو روی شونه هاشون بلند کردن حالا تصور کنید که بردی تیم برده حالا مربی گذاشتن رو شونه شون میگم که دی شپیلا هابن دن ترینا آف دی شولتان گهوبن دی شپیلا دن ترینا شولتان پس با هابن میاد و گهوبن هم پارتیسیپ 2 فعل هیبن میشه فعل بعدی هوخ هیبن هستش هوخ هیبن همونطور گفتم ترنبا هستش جدا شدنیه یعنی میگم که ایش هبه هوخ درست یعنی من یه چیزی رو بلند میکنم خب حالا بیشتر هوخ هبن خیلی مشابه هبن هستش دوستان عزیز ولی معنیش اینه که شما در جهت عمودی یه چیزی رو رو به بالا میکشید از هوخ هیبن استفاده میشه از هیبن هم میتونید استفاده بکنید فرقی نداره به طور مثال میگم که من دستم رو بالا میارم که یک سوال رو جواب بدم ich hebe die hand hoch um die frage zu beantworten ich hebe die hand hoch um die frage zu beantworten میتونستم بگم ایش هبه دی هند هوخ هم نگم درسته ولی خب در هوخبر موقع استفاده میشه که فقط در جهت عمودی یا زنک قشت عمودی تو آلمانی میشه زنک قشت یه چیزی رو میخواید حرکت بدید ich brauche hilfe um diese schwere kiste hochzuheben ich brauche hilfe um diese schwere kiste hochzuheben من کمک نیاز دارم که این جعبه سنگین رو رو به بالا بکشم یا بلند بکنم درسته گرامش هم اومتسوه کیسته مثلا میتونه به یک جعبه ای که توش نوشیدنی باشه میگن کیست یا بسته های آبی که به هم دیگه وصله هم میشه یک کیسته میشه درسته بیشتر معنی جعبه میده دی موتا هیبت یکیند هوخ دی موتا هیبت یکیند هوخ. یعنی مادر این بچه رو رو به بالا بلند کنه یعنی بچهش رو ور میداره بغل میکنه این معنی را میتونه بده یه دونه هم حالت پسیو میگیم با هم دیگه داس شیف ورد فون دن ولن هوخ گهوبن داس شیف ورد فون دن ولن یعنی کشتی به وسیله موج ها رو به بالا در از بلند میشه یعنی منظور که موج میره زیرش کش رو به بالا پایین میشه دیگه درسته این هم یک هوخبن هستش یعنی در جهت عمودی داره میره رو به بالا در های پسیو رو هم همش در سایت دوش پزشتی وی دات کام در قسمت گراماتیک نیبو به به طور کامل بهش پرداختیم اونجا میتونید با کلی مثال همه حالت های مختلف گرامر پسیو یا جملات مجهول رو یاد بگیرید که خیلی هم مهم و کاربردیه. فعل بعدی آب هبن هستش اپ هبن هم فعل جدا شدنی هستش یعنی اپ جدا میشه آب هبن معنی های مختلفی داره یک حالتش موقعی هستش که شما میخواید پول برداشت کنید یعنی پول از حسابتون بکشید بیرون از فعل هبن استفاده میشه ich geld von meinem konto abheben geld von meinem konto abheben یعنی من میخوام که یا تمایل دارم که پول از حسابم بردارم موقعی که میرید توی بانک موقعی که بخواید پیش طرف حالا از دستگاه اتومات نخواهید پول بگیرید میتونید به اون کسی که تو بانک کار میکنه این جمله رو بگید

معنی بعدی آپهبن میتونه این باشه که یه چیزی از یه جایی ورداشته میشه حالا مهم نیست در چه راستایی یا چه جوری مثلا یک هواپیما موقعی که از فرودگاه در از تکاف میکنه و میره هم این هم یه مدل آپهبن هستش یعنی بلند میشه و میره داس فلوگزایگ هوب میت فرسپتونگ فوم فلوگهافن هوب حالت و یا گذشته فعل هبن هستش خیلی استفاده میشه دوستان das Flugzeug hob mit Verspätung vom Flughafen ab. یعنی هواپیما با تأخیر از فرودگاه بلند میشه و میره. فشپتون یعنی تأخیر. تأخیر زمانی. یعنی دیرتر. حالت پرفکتش هم به جمله بگیم. میگم که من دیروز پنجاه اویرو از حسابم پول برداشت کردم. اشها بگستان فمسیگ اویرو فون ماینم کنتو اپگه هوبن. نتاپبفعل بعدی که داریم آوف هیبن هستش آوف هیبن هم میتونه چند تا معنی مختلف بده خیلی این فعلها خیلی آشپز شبیه همدیگه هستن دوستان عزیز مثا مثل هوخ و هبن و آوف هبن میتونه در بعضی مواقع یه معنی رو بده مثلا میگم که مین kین بال آف یعنی بچه من یه توپ رو منظور از روی زمین بر میداره یه توپ رو رو به بالا میاره بلند میکنه اینجا هم میتونم از آف هیبن استفاده کنم میبینید که هبن صرف میشه صرفشونو اول گفتیم و قسمت تقنبا در جملالاتی که زمان حال باشن میره میپر میره ته جمله میشینه دفبغش ها هیبت باید آم آف Der Verbrecher hebt beide آوف یعنی Yani یعنی میشه مجرم یه کسی که جرمی مرتکب شده حالا دوز بوده یا هر چیز دیگه ای میگم که همین لحظه جمله زمان حاله دو تا دستاش رو به بالا آورد منظوره که تسلیم شد تو دادگاه خیلی وقتا میگن که هبن زیدی هان سوم یعنی دستتون رو برای سوگند و یا قسم خوردن بالا بیارید هبن زیدی هند یا ایا هند هم میشد گفت هبن زی هند Zum آف یه معنی دیگه یه فعل آف هیبن که دیگه فرق میکنه به معنی این هستش که یه چیزی کنسل میشه و یه چیزی دیگه صدق نمیکنه مثل یه قانون یا هر چیز دیگه ای مثلا میگم که دست پاک فبوت وود آف گهوبن. تصور کنید توی خیابونی پارک فبوت بوده یعنی پارک کردن ممنوع بوده حالا اینو برداشتن دیگه اون قانون صدق نمیکنه کنسل شده دیگه پارک کردن مجازه میگم که داس پارک فبوت وود آفگهوبن جمله مجهول پرتریتوم هستش یا پسیو پرتریتوم هستش که هم گفتم قبلا کار کردیم میتونید در درس قبل مشاهده بکنین به همین شکل میگم دیزانگسیونن زیند آفگهوبن وردن یعنی تحریم ها برچیده شدن برداشته شدن کنسل شدن دیگه نیستن سانکسیونن یعنی تحریم ها بیشتر این جملات در از اخباری و یا در از فخ بگیریف هستن دوستان عزیز این جمله هم پسیوه مونتا این بار دیگه پسیو با پرفکت هستش به همیشه که تو جمله بعد میگم که Die Regierung möchte die Zollbestimmungen zeitweise aufheben. die Regierung möchte die Zollbestimmungen zeitweise aufheben. یعنی دولت میخواد که یا تمایل داره که قوانین گمرکی رو به طور موقت کنسل کنه یعنی برچیده بکنه دیگه این قوانین گمرکی نباشه سایت یعنی موقت یعنی برای یه مدت زمان مشخص یه معنی دیگه که فعل آفهیبن داره به معنی در از نگهداری کردن از چیزیه خب یعنی یه چیزی شما نگهداری میکنید ازش مثلا میگم که ایش هبه آلت مارک آف. یعنی من تمرهای قدیمی رو خیلی با دقت و با احتیاط نگه میدارم یعنی یعنی میذارم کنار برای خودم ازش نگهداری میکنم جمع میکنم در اینجور مواقع فعل آف هم استفاده میشه خب رسیدیم به انتهای این درس دوستان عزیز امیدوارم از دیدن این درس لذت برده باشین و به دانش زبان آلمانیتون افزوده شده باشه حالا به با عنوان تمرین شما میتونید با این فعل هایی که تو این درس یاد گرفتیم یه جمله در کامنت بنویسید تمرین ها دوستان عزیز کمک میکنه که درسی که خوندید بهتر تو ذهنتون قرار بگیره تا درس های آینده خدا نگهدار دوستان